همانطور که شما اشاره کردین، ما دیروز روانشناسی را تعریف کردیم، گفتیم علم مطالعه ضمیر و ذهن و فرآیندهای ذهنی و علت رفتار انسان می باشد و گفتیم با تمام جنبه های زندگی انسان سر و کار داره و یک نیاز اساسی انسان قرن 21 است و شعبات مختلف داره. یکی از بخشایشام روانشناسی موفقیت است که ما در اول سرزمی صحبت میکنیم و آمدیم در مورد شخصیت که انسان چطور شکل میگیره و گفتیم شخصیت مجموعه افکار، اعتقادات، باورها، کرکتر، خصوصیاتی است که اکثرا ما از خود تبارز میتیم که حالی میتونه خوب باشه یا بد باشه یا بین خوب و بد یک چیزی باشه. اما مهم است که چطور شکل گرفته، اگه خوب است یا بد است، این شخصیت ما از کجا شده. و گفتیم پنج عامل بالای شخصیت تاثیر داره. یکی ذات و سرشت انسان است، یکی موضوع ژنتیک است، تغییر در ژن ها، یکی موضوع وراثت است که صفات پدر مادر، و یکی هم عوامل محیطی است که خانواده، مکتب، دوست، رفیق، کتاب، رسانه، هم از اینا بالای شخصیت ما تاثیر داشته. اگه با خوبایش مواجه شدیم ما یک شخصیت خوب گرفتیم، اگه با بدایش بودیم متاسفانه شخصیت بد گرفتیم. اما اگر امروز ما فکر میکنیم شخصیت ما بد است، همین چهار عامل دست به دست هم داده ایره بد ساخته که تا اینجا ما ملامت نبودیم، ولی از امروزی که ما با خود آمدیم و میفهمیم که بدستیم، اگر نمیخوایم خود اصلاح کنیم، باز مسئولیت به ماست. که عامل پنجمی را گفتیم، در پالی از این چهار عامل، خداوند متعال بر انسان قدرت تصمیم گیری، قدرت تغییر و ضریب آزادی داده که به هیچ موجود دیگه نداده. و با این آزادی متاسفانه ما مسئول هم شدیم. در دنیا از ما سوال هم میشه، از هیچ موجود دیگه خداوند متعال سوال نمیکنه. یک گرگ نمیگه چرا اهوره کشتی، یا شیر نمیگه چرا اهوره کشتی یا گرگ برر کشتی. انسان سوال میکنه چرا اشتباه کردی، به خاطری که انسان حق انتخاب و آزادی داره. به می خاطر است که حتی هم شیری که گفته شده که آسمان ها بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من بیچاره زدن یا به نام من دیوانه زدن، هیچ موجودی حاضر نشتی حق آزادی را بگیره، تنها انسانی مسئولیت پذیرفته. و بنان ما باید این را درست ادا کنیم. شما میفهمین زندگی توفیست که خداوند متعال بر ما داده، ولی نوع زندگی کردن عدیس که دوباره ما به خداوند متعال میبریم. بنان ما یک چیز خوب باید ببریم که خدایا تو که بر ما این می فرصتی را دادی به نام زندگی، ما بهترین استفاده را کردیم، نکنج شرمسار و سرفگنده باشیم. بنان از امروز ما مسئول استیم که خود اصلاح بسازیم. و تحقیقات نشان داده که انسان کاملا این کار انجام داده میتونه. ما دیروز اشاره کردم در جرم خیزترین جاهای امریکا دیدن وقتی یک خانواده است، پدر معتاد، مادر معتاد، شرایط خراب، اما در بین از اطفالی بوده که منطقی خود تغییر داده، با بهترین شخصیت بوده. خیر بناهن انسان موجودی است که مثل یک گل نیلوفر میتونه در دل مرداب سر بلند کنه. و از امروز دوستا به این فکر شان کل چطور میتونیم خود تغییر بدیم. عامل پنجم استفاده از عقل، استفاده از آزادی است که ما میتونیم با وجودی که کل شرایطی که من نام بردم خراب بوده باشه، بد بوده باشه، ولی ما امروزی توانایی را داریم که خود اصلاح بسازیم. شما میفهمین انسان باید انسان شدن یاد بگیره. انسان با موجودات دیگه یک فرق داره. در تمام موجودات ماهیتشان پیش از تولدشان شکل گرفته. به این معنا یک پشک، پشک شدن در وجودش است. هیچ نیازی به کدام تعلیم خاص نداره که پشک شدن یاد بگیره. یک شیر به می ترتیب، شما هیچ جای مکتب شیرها را نمی بینین که برای چوچای شیر شیر شدن یاد بده. چوچی شیر وقتی یک بار دو بار مادر خود دید که چطور شکار میکنه یاد میگیره، تا اگه نبینم دو سه بار یک حیوان پرت و پست کرد، بار سیوم یاد میگیره. یعنی دنهادش هستی موضوع در نبات هم همونطور است. وقتی شما یک دانه بادام به زمین غرس میکنین، منتظر یک درخت بادام هستین. دانه زردالو منتظر درخت زردالو هستین. اما در انسان اول ما وجود پیدا میکنیم، بعدش ماهیت. به این معنا اگر انسان ما انسان شدن یاد نتیم، شبیه به هر حیوان شده میتونه غیر انسان. و این دیدن انسانایی را از جنگل پیدا کردن که دیدن مثل حیوان چهار دست چهار پای را میره، حتی دو پای را رفتن یاد نگرفته، گپ زدن یاد نگرفته، کل عمر تلاش کردن دیگه بستن تکمه خود نتونسته بود یاد بگیره، به خاطری که حیوان شدن یاد گرفته بود. ما باید انسان شدن یاد بگیریم. و حتی یکی از نیازای بعثت پیغمبر ها می بوده که بر ما یاد بده. بله. اگر ما بر انسان انسان شدن یاد نتیم، او شبیه هر حیوان میشه. حتی در حیوانات دیگه شما مخالف میلشان کار کنین، تغییر آورده نمیتونین. به این معنی
چوچه مرغابی با مرغ بزرگ میشه، بعضن تخم مرغابی رو پیش مرغ میمونن، چوچای مرغابی همراه مرغ، چوچای مرغ از تخم بیرون نه، چند روز هم همراه چوچای مرغ میگرده، در آب زیستن است، ماهیتشان تغییر نمیکنه. یا حتی مثل ازم که یک داستانی بود که یک پادشاه پشک یاد داده بود که شم میگرفت، وزیرش برش گفت که این کار تو چندان کار نیست، چون پشک بر از این کار ساخته نشد، اما شاه به کار خود اصرار میکرد. اما یک روزی کل قصر شاه در گرفت به خاطر که پشک موش دید، دیگه شم رها کرد و پشت موش رفت. میبینین حیوانات تغییر نمیکنن، اما انسان است که میتونه بین دو لایتنایی حرکت کنه، میتونه خوب خوب شوه بالاتر از فرشته ها، میتونه از پسترین ایوان کده پست شوه. و کسایی که مربی هستن، والدین هستن، مسئول هستن، باید این زمینه رو فرام بسازه. ولی امروز شنونده عزیزم، هم وطن نازنینم که میشنوه، او از امروز سر به گریبان خود کنه، ولی هیچ کس هم روش کمک نکده، ولی خودش هم روی خود چی میکنه، خودش حالی فکر کنه، خودش مربی خود، خودش پدر مادر خود، خودش سازنده شخصیت خود، از امروز چی میخوای از خود بسازه. ایران باید اشاره کنم که ما 30% شخصیت ما متاسفانه در 3 سال اول شکل میگیره، و وقتی به 8 سالگی میرسیم 80% شخصیت ما تکمیل میشه. و می خاطر من میگم 8 سال اول زندگی بسیار مهم است. اگر ما میخواییم جهان اصلاح کنیم، یکی از بنیادی ترین کارهایی است که ما 8 سال اول به اساس علم، منطق، اخلاق، علم و ما تربیت سالم بسازیم، که حتما بخیر باز ما در مورد تربیت اطفال از دوران حاملگی تا 20 سالگی حتما بس میکنیم. بنان ما 80% ما در 8 سال شکل میگیره، کل عمر ما میمانیم ما با 20% شخصیت. اینالی بعد از او تغییرات معمولا کمتر میباشه، الا که آگاهانه خود ما با تمام بیرحمی عیب و نقص خود اصلاح کنیم و خود بسازیم دوباره. بسازیم و همونطور که گفته شده که انسان مخلوق خدا ولی خالق خود است، کاملا دقیق است. ما میتونیم شخصیت خود خوب بسازیم از امروز، به شرطی که ما تعهد کنیم. ببینید شنوندای عزیز ما، اگه امروز خودش بر خود یک دفعه با آرامی فکر کنه آیا ما آدم خوب هستم یا بد، سر خوبی خود یک بار شک کنه، آیا از دیگرها پرسان کنم، مسیج کنم بر خانم خود، بر شوهر خود، بر اولاد خود، بر پدر خود، بر مادر خود، بر دوست خود، که صادقانه شما در مورد من نظرتان بگوین، عیبای من کدام هاست، بگوین من خفه نمیشم، از تان خوشم میشم، بر من روان کن، من میخوایم بفهمم چی عیبایی دارم. و اگه اونام راحت شه و عیبای ما را بر ما میگه و بفهمه که ما خفه نمیشیم، و چقدر خوب میشه که ما متوجه شیم 1, 2, 3, 5, 10, 20 عیب داریم. و از امروز یک تا کار کرده بریم این عیبا را از خود پس کنیم، تا ما انسان شایسته که به خود، به خانواده، به اجتماع و به شریعت مفید واقع شویم و شرمسار نباشیم. به هر صورت چیزی که مهم است، اول باید ما بفهمیم تغییر چی را میگیم. ما چرا بحث امروز ما سریست که ما چگونه خودم میتونیم تغییر بدیم. تغییر چی است؟ تغییر عبارت از حرکت از یک وضعیت به وضعیت دیگه، از یک حالت به حالت دیگه. اما هدف ما از یک حالت به حالت دیگه، به حالت بهتر، به حالت خوبتر، به حالت اصلاح و به یک حالت متفاوتتر از امروزی که ما هستیم، خوب از جنبی مثبتش باشه. ایتو یک تغییر هدف ماست، یعنی یک دیگرگون کردن حالت ما، ولی هدف ما به سمت مثبتش است. ایران باید یادآوری کنم که پیامبر مبارک ما میگه بهترین شما کسی نیست که تنها بر آخرت کار میکنه. میگه بهترین شما کسی است که بر از این دنیای خودم کار میکنه، بر آخرت خودم کار میکنه. و دوستا باید بپذیره این دنیا مسیری است برای حرکت برای آخرت. اگه در اینجا ما خوب نتونیم زندگی کنیم، در اونجا هم چیزی برای گفتن نداریم. برای ما یک فرصت داده شده که ما خود ثابت بسازیم، که ما در اون دنیا میریم با یک دستاورد باشیم که اینه، ببین خدایا ما استفاده خوب کردیم. باز قول خود خداوند متعال است، میگه کسایی که کل گپا را میشنوه و از بهترینایش پیروی میکنه، اونا هدایت یافته هاست. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. میگه کسایی که کل گپار از بین شما میشنون و از خوبایش پیروی میکنن، اونا هدایت یافته است. بنان دوستای ما کوشش کنن گپای خوب هر جای می بود بشنون و امونایی که میفهمند در زندگیشون مفید است، به دردشون میخوره، استفاده کنن. و شما میفهمین یکی از راه های نجات ما آگاهی است. همون شعری که از ابن یمین آمد که بسیار خوب دقیق است، میگه آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون بجهاند. ما کسایی را داریم که
سلسله توانایی داره و خبر داره از توانایی خود. این انسانای بهترین است. بله. اینا استفاده میکنه از این نیروی خود. مثلا میفهمه نیروی تغییر داره، نیروی آزادی داره، نیروی عقل داره. از اینا استفاده میکنه. آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدار کنیدش که بسی خفته نماند. یعنی مسئولیت ما اینه میست، هدف ما از برنامه ایست که بعضی خواب هستن، خبر ندارن، دست سالم دارن، چشم سالم دارن، عقل دارن، توانایی دارن، اما خبر ندارن. ما فقط بیدار کنیم. خواهر برادر، تو داری توانایی، فقط بخی شروع. بله. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به منزل برساند. گروپ سیوم انسان ها کسایی است نمیفهمه، ولی خودشم خبر داره که نمیفهمه. قبول داره، میگه من نمیفهمم. اینا هم خوب هستن به خاطر که اینا قبول میکنن، ما نمیفهمیم، یاد میگیرن. روزی که ما قبول کنیم که ما مشکل داریم، میریم بر حل مشکل. فهمن جهل ساده دارن، از نادانی خود خبر دارن و میرن آگاه میشن. اما انسان چهارم که بدترین نوع انسان است، آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. بعضی هست که خبر نداره و نمیفهمه و خبرم نداره که نمیفهمه. برش میگه عقل 40 تا وزیر در جیبم است. خوش شاید از این وزیرهای امروزی از اکثرشون باشه، متاسفانه عقل کم دارد. اما وقتی اینا را هرچی میگی ادعا میکنه که ما خود از گپار کلش میفهمیم، اما همراه خانم خود رابطی خوب نداره، همراه اولاد خود نداره، همراه رئیس خود، همراه مامور خود بد برخورد میکنه. تو چی نمیفهمی؟ بنان این جهل مرکب است که ایره باید اصلاح کنیم. بنان هدف ما ایست، هدف از برنامه اینه میست که فقط یک سلسله معلومات ارائه شود که دوستایی را بتانن در محیط کار خود، پشت اشترنگ موتر خود اگه هستن، اگه خانم خانه از جارو میکنه فعلا خانه را پاک میکنه، بشنوه، با شنیدن یک مقدار مطالب برش برسه و حتما به اکتفا نکنه. این یک زمینه شود که خودشان تلاش کنه، یک شروع باشه، یک شروع باشه. بله. و از این زندگی استفاده از می کنن. ما در این کره خاکی یک چانس زندگی داریم. افسوس از زیر بد زندگی کنیم. اما شعری هم که باز که قسمت از شعر می خوانم که از جالی از فهانیس میگه، زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. ما را در این صحنه فقط یک فرصت میته، میگه یک تمثیل حق داری، این تمثیل تکو برو، اما قدر از کل ما. بله. صحنه پیوسته بجاست، خورم و نغمه که مردم بسپارن بیاد. این صحنه همیشه است، ماستیم که میاییم و میریم. ولی انسان خوب و شایسته اوست که یک نقشی بازی کرده باشه، یک نمایشی کود تاثیر گذار بوده باشه بالای مردم، از او چیزی یاد گرفته باشن. این بسیار مهم است. ما فقط یک داستانم برای دوستا بگویم که مقدمه شو برای بحث ما، باز بخیر بحث ادامه میده. یک کسی یک کارخانه بسیار بزرگ موترسازی داشت. در کارخانه موترسازی روزانه صدها هزار دلار عاید و کارشان است. تصادفا یکی از روزا این کارخانه خراب میشه. هر قدر انجینیرها رو دعوت میکنه، صاحب کارخانه جواب نمیده. کارخانه جور نمیشه. یک ماه کارخانه از کار افتیده و هر روز 100,000 دلار تاوان رسیده میره بر شرکت. بالاخره یک کسی آدرس میده که در فلانه شهر یک انجینیر است، آدم لایقی است، ایر دعوت کنین. خب این انجینیر رو دعوت میکنم. یه انجینیر کالای کار خودم میپوشه، میگرده برای دو ساعت دستگاه را بررسی میکنه، در ختم دو ساعت یک پرزه را نشانی میکنه، یک چلیپا میزنه، میگه پرزه خراب است، ایره شما تعویض کنین، جور میشه. پرزه را تعویض میکنن، کارخانه جور میشه، کلیگی خوش میشه، حلق صاحب کارخانه هم دوباره تر میشه و انجینیر را میره به شهر خود. حالی که صاحب کارخانه کمی آرام میشه بعد از فشارهایی که بوده، به این صاحب کارخانه زنگ میزنه، میگم این مزد کار تو چقدر شد؟ میگم مزد کار ما شد 1,000 دلار. او 1,000 دلار است چی؟ تو خود 2 ساعت فقط کار کردی، خود 1,000 نمیرزه. او برش چی میگه؟ میگه از کل 2 ساعت کاری که من کردم فقط 100 دلار. بله. ولی 900 دلار به خاطر ازی که من برات فهموندم که کدام پرزه باید تعویض شه. این بسیار مهم است. بحث ما امروزی است که برای دوستا بگوییم که کدام پرزه خراب است. بله. او پرزه را باید اینا خودشان پس کنه. ما هیچ از پیشان فیسام نمیگیریم، نه 900 دلار نه 100 دلار. بله. بله. و از شان سپاسگزاری هم میکنیم، پیسه نداریم که برشان بتیم، ولی سپاسگزاری میکنیم که میشنون فقط این پرزجات خود بشناسن که اینی پرزیم خراب است. ما پرزی عصبانیت، بله. ما پرزی بدخویی، ما پرزی حسادت، ما پرزی کینه، ما پرزی رقابت، ما پرزی بدبینی، بدخواهی، تشویش، افسردگی، بله. اینی پرزجات خراب هستن، اینا باید اصلاح شوند. بله. ما بحث ما سرزی است. خیلی عالی. بله. سلام. سلام دکتر صاحب، خوب هستید؟ چل داری؟ زنده باشین مادر جان، فضل خدا خوب هستم. دکتر
نازنین که شما را زحمت میتم. این یک بچه هایی که من 22 ساله هفتکی پیدا شده، اونا مو هیچ حالتش خوب نیست، ایران هستیم چی کنیم؟ مثل یک تفلای خود لجوج هست، بونگیر هست، نان درست نمی خورد، استراحت درست نمی کند، بیخی به تکلیف هستیم، هیچ اصلا دگت نیست. چقدر وقت میشه از یالتاش مادر جان؟ دوست از وقتی که 14 ساله 15 ساله شده به مو حالتی که هستک ما میگفتیم یک من خوب خود شد، اما هیچ خوب نشده، هر روز که تیر میشه متولدش بتر شده میره، مثل یک طفل 5 ساله است جان. آها مادر گلم تولدش صحیح بود؟ در وقت تولد صحیح بود؟ تولد صحیح بود دکتر صحیح، بزنی شش آخر شده بود، از وقت یک 5-6 روز گرفته بود دکتر صحیح، با میگفتی چه امکان زندگی از اینی؟ خود دیگه صحیح نبود تولدش جان، بسیار مشکل بزرگش ساختیم، اما حالا هیچ حالتش خوب نیست، هیچ اصلا بدی آدم برعلاوی که لجوج است، نانش خوب نیست و ای گپا، خوابش چطور است؟ خوابش هم درست نیست، حالتش هم خوب نیست، پشت سوزن، پشت تار، پشت قیچی، پشت پاک فاقو، هر روز یک بانی مختلف پیدا میکنه، بالا میگیرد لجوج است. امام کدنش چطور است؟ امام کدنش چطور است؟ زوزو تمام میکنه یا دیر دیر و سرواز خود میره؟ امام کدنش بسیار مشکل دکتر صاحب، بسیار مشکل دکتر صاحب، امام سرش میکنیم، نخونش بسیار مشکل میگیریم، بسیار وادای رنگ رنگ میتیم شکتا یازر به امام شدن میشه. مکتب خوانده تانست مادر گلمیانی؟ دکتر صاحب در زن قیمت بودیم، اونجا دو امام علم صاحبو کچ کمک میشدن، از حالتش میتونیدن در این قسمت هدیم از دار که آمدیم ملم سایی با کسی به تقریب شدن، مکتب هم تلسن فقنج به مشکل خان دیگه خانه هستد. ای تو گپای بی جای نمیزنه که میگه من در گوشم چیزی میشنوم یا من یک آدم بزرگ هستم یا شک نمیکنه از این کارا نمیشه؟ اما تو دکتر سیبا میشه میگه بر من کاستر بخرین، بر من موتر بخرین، بر من چیزایی میگه که چه از عقل منطق بیرست. خودشان جور جسدش برابر یک طفل 12 ساله 15 ساله است، بسیار ضعیف ناتوان است، بیحد بیت ناتوان است، ضعیف است. فامید مادر گل ما برد معلومات میتم دکتر صاحب، یعنی همیشه همی مشکلم از مکفتم پیش دکتر صاحب برم دوا بگیرم، اینا رو خدا جان جور بتر شما رو خدا کم نسازه، ای که دم بین خانای ما برای ما کمک میکنین، خدا کمکتون شبه، نظرتون هم میخواییم که چی نظر میتین دکتر. تشکر از شما مادر جان، بسیار زیاد است. میفهم مادر گلم، بسیار زیاد تشویش دارم دکتر صاحب، میفهم من معلومات میتونم. خداحافظ. مادر از نازنینم میفهم با یک حالت سخت روبرو هستین، متاسفانه باید ما بازی شکایت از دولت کنیم که ولی هیچ گوش شنوایی نیست، در دیگه ممالک برای تو وضعیت ها شرایط خاصی آماده ساختن که مریضی های صعب العلاج، مریضی های طاقت فرسا، مریضی هایی که کل خانواده را به هم میریزه، برای تو مریض ها مراکزی هستن که مسئولیت از اون دولت میگیره، کمک کننده هایی است که تو مریض ها را میگیرن و کمک میکنن برشان، مکتب خاص از جای خاص از دوامدار تداوی میکنن، این از زور یک فامیل بالا میباشه، تا حالتا از اوصلشان بالا، برالای که یک شخص مریض میباشه کل خانواده به هم میریزه، از دو لحاظ، هم از نظر اقتصادی کاملا خانواده به هم میریزه، از یک طرف شرایط اقتصادی چقدر سخت است، و از طرف دیگه وقتی یک مریض می داشته باشی و به این وضعیت ای خودش مشکل است، از طرف دوم از نظر روانی خانواده را به هم میریزه، به خاطر هر روز شما یک عزیزتون میبینین که با یک مشکل روبرو هستن. بله واقعا خیلی سخت است. بنان من میفهمم مادر عزیزم در چقدر مضیقه قرار داره. ای کاش، ای کاش چند نفر عادلی در این وطن پیدا شوه، دل بسوزانه، میلیون ها دلار گرفته رایستن، یک مریضی روانی بر از اینا پیدا شده، فقط پیسه جمع میکنن، زیاد از اینا اگر به جای نان فقط پیسه لغمه کنن کل عمر بخورن، هنوز هم پیسیشان باقی میمونه، ولی هنوز هم ببینین جمع میکنن، نامشان مسلمان است، نامشان رهبر است، نامشان بزرگ است، ولی متاسفانه اخلاقشان بدترین اخلاق که حتی زیبنده انسان نیست. بله. مسلمانه که بان ای از توان یک فامیل بالا می باشه. اما مادر عزیز ما چند تا مشکل رو برو بود. اول وقتی طفل پیش از وقت به دنیا میایه، حتما طفل آسیب خورده. بله. حتی طفلی که دمون نوما به دنیا میایه ولی وقتی وزنش کم است، طفل آسیب خورده است، آسیب خورده می باشه. موجود انسانی، کودک انسانی
بعد از هم تکمیل کردن نو ما هنوز هم کامل نیست، به خاطری که گفته میشه کودک انسانی پیش از وقت به دنیا میاد، به خاطری که اگر وقتی معینه را پوره میکرد مادر نمیتونست به دو پای را بره. با اون خاطر اکثر دکترای نسای ولادی 3 ماه بعد از ولادت هم به نام ترایمستر 4 میاد میکنن. از یک طرفی کودک ناتوان است، ولی وقتی پیش از موعود به دنیا میاد هنوز هم آسیب بیشتر می باشه، مثلا در ماه 7 بله اینا کودک حتما آسیب خورده می باشه که مراقبت های بسیار شدید نیاز داره که متاسفانه باز 22 سال پیش هنوز هم شرایط فراهم نیست. 22 سال پیش که حتما او شرایط به او اندازه نبوده که یک کودک 7 ماه را بتونن درست سپورت کنن و کمک کنن. بنان کودک آسیب خود خورده، از در روز اول مادر از ما با یک مریض روبرو بوده، با یک موجود آسیب خورده روبرو بوده، در اطالتی که بدن ما هنوز کامل نیست، مغز ما هم درست روش نکرده و وقتی مغز آسیب خورده باشه ما با مشکلات روبرو هستیم. علائمی را که مادر عزیز ما گفتن در دو حالت میتونه بررسی شوه که شنوندای دیگه متوجه شوه. اگر عزیزی در خانواده یک عزیزی دارن که معمولا اینا در سن جوانی مشکل پیشان به وجود میاد، شک میکنن سر اعضای خانواده، میگه شما دنان برام چیزی دادین، کمره برام ماندن، ما از یک جای کنترل میشم، یا ما یک آدم بزرگ شدیم، بزرگ دینی شدیم، یا پدرتان شدیم، یا مادرتان شدیم، دیگه اعضای خانواده را میگه گپای بی جای میزنه، امرای کسی گپ میزنه که نیست، میشنوده گوش خود صدا، این به نام اسکیزوفرنی یاد میشه که حالت شده است. ولی از این مادر عزیزم مشکلات ذهنی است، مغز کودک از اینا روش نکرده، اما تو که جسامتش گفتن که به اندازه یک 14 ساله مانده، مغز از اینا متاسفانه روش نکرده و وقتی مغز ما روش نکنه ما در تعاملات اجتماعی درست برخورد کرده نمیتونیم، متاسفانه موضوعات اجتماعی خود یاد گرفته نمیتونیم، با او خاطر با یک مشکل روبرو هستن. این کدام امیدواری وجود داره برازیا؟ بله، یک چیزی است که حداقل با گرفتن دوا از پیشرفت مرض جلوگیری میشه. بله. نه که هنوز دنیای طبابت نمیتونه این مشکل کاملا از بین بره، ولی حداقل میتونیم از پیشرفت مشکل جلوگیری کنیم. که این مادر از ما به نوی که گفت با یک مشکلی روبرو بوده که از اول نخواسته تداوی کنه یا امکاناتش نداشته، میگه من فکر میکردم که جور میشه. نه، وقتی با مریض روبرو هستین به این فکر نشینین که جور میشه، برین از دکتر نظر بگیرین که میگه جور میشه یا نمیشه یا چی میتونه بکنه. ولی هر روزی که مادر از ما خواست حتما طفل خود پیشه یا بچه خود پیشه یک دکتر مغز اعصاب بره. ولی اگر فکر میکنه مشکل اقتصادی داره، ما حاضر هستیم رایگان. دیگه دوستای از ما دکتر سایبایی هستن، مخصوصا در بخش مغز اعصاب امرای ما استاد یادگاری از نازنین است، که دوی ما حاضر هستیم برای هموطنای ما کسایی که نداره رایگان خدمات طبی انجام بدیم. هر وقت که اینا خواستن حداقل دواهایی داریم که یک مقدار از پیشرفت مرض جلوگیری میکنه. اگر بتونیم یک مقدار کمک کنیم که حداقل تعاملات اجتماعی خود، کارهای اجتماعی خود یاد بگیره. ولی بر مادر عزیز ما صبر جمیل میخوایم، اجر زیاد میخوایم، خداوند پاداش فراوان برش بده و آرزو دارم که مشکلات به خیر پیش سر. یک شنونده دیگر ما هم روی خط هستن، خدا کنه که مادر جان این صحبت های دکتر سه هم شنیده باشن. بله بفرمایید. در عرض بسید و دکتر ساعت خود از میشه سیمان در دین 50 ساله و دیگه سن در 50 سال است، مشکل خاص در زندگی خود شب روز نداره، اما از طرف صبح خاص ناگهانی استرس پیدا میشه، ضربان قلب بالا میره، یا ضربان قلب بالا میره، لرزش دست پیدا کرده و این مشکلات پیدا کرده. امیدواره که دکتر سر از برنامه‌های تجویز دوا چیزی که تشکر. شما سلامت باشین. صحبت دکتر سبه باز مشنویم گفتن که بله، خدمت از این برادر ما عرض کنم، متاسفانه ما در دنیای هستیم که به نام دنیای کون و فساد یاد میشه. هر چیزی که در این دنیا جور شده یک روزی حتما از بین میره. و اصلا مسیری که همت مانده شده، شما یک درخت میبینین که رشد میکنه، نمو میکنه، تازه میشه، برگ و شگوفه ای می داشته باشه میوی، ولی همی درخت یک روزی میبینین که به سمت پیر شدن میره. انسان هم همطور است. بله. انسان یک مرحله نمو و رشد داره. ولی بعد از یک جای که نمیشه چی بگیم، یا متاسفانه یا خوشبختانه، هرچی که نظام که وضع شده، این انسان دوباره آستاستا به سمت تخریب بدنش پیش میره، زمانی که طرف پیری میره. بله. اما که ما جلد ما دیگه چین چروکی پیدا میکنه، موهای ما سفید میشه، آساسا کل اجرات بدن به مشکل مواجه میشه. یکی از این مشکلات در قسمت مغز و اعصاب و روان هم به وجود میاد که معمولا در این سنین مثلا حافظه یا فراموشی پیش ما پیدا میشه،
دل ما نازک میشه، گریه های بی جای، توقعات بی جای، بعضن لرزش بدن من جمله لرزش دست، اینا میتونه با وجود بیا با بزرگ سدن سن. ما چی میتونیم؟ دکتر سایبا میتونن پیشگیری کنن. شما میفهمین دوار معمولا دکتر سایبا به سه منظور توصیه میکنن. یک، وقایه. ما بعضی وقت دوا میتیم که یک مرض هیچ با وجود نبیه. فرض مثال میفهمیم در سنین بالا امکانات یاد فراموشی، الزایمر، اینا موجود است، ما دواهایی میتیم که از این تخریب مغز جلوگیری شود. دو، به منظور تشخیص. بعضی وقتا ما یک دوا میتیم به فکر خود که اگه دوا تاثیر کنه اینی مرض پیش از است که مرض تشخیص کنیم، بعضی وقت به منظور تداوی. بنان دکتر سایبا بر از این حالت ها دوایی میتن که از پیشرفت مشکل جلوگیری شود. اما چند چیز دیگر که اشاره کردن که وقتی صبح میخیزه یک استرس و استراب پیدا میکنه، ضربان قلب بالا میره، میتونه نشانگر یک استراب فراگیر جنرالایز انگزایتی باشه که میتونه پیش از این عزیز ما را که یادآوری کردن موجود باشه. لرزش دست میتونه از علت از او باشه، خود استراب میتونه دست ما را بلرزانه. و همچنان ضربان قلب که بالا میره خودش تاثیر استراب است. استراب یک مشکل است که تمام وجود ما را به نوع آسیب میرسانه. از جمله یکی از جایی را که زیر تاثیر میگیره ضرب نامنظم ساختن ضربان قلب است. با وجودی که ما گراف میگیریم، ایکو میکنیم، قلب ما جور است، اما ما نارامی در قلب احساس میکنیم. و میتونه یک حالت دیگه هم باشه به نام پنیک اتک یا عملی وحشت یاد میشه که باز ریشه خود از اوم در استراب است که ما ضربان قلب ما بالا میره، عرق سرد میکنیم، ترس پیدا میکنیم که نمرم یا دیوانه نشم یا کنترل خود از دست نتون و امثال زیگپا. ولی به هر صورت چیزی که مهم است حتما تداوی، و خوشبختانه که حالتا کاملا تداوی داره. دوایی که استعمال میشه معمولا دواهای ضد استراب و دوای خواب‌آور به نسبت دوست که ضد استراب کار میکنه، دوای SSRI کمک کننده است برای از تو مریضا. و برای لرزه دستشان معمولا اول دکتر سایبا از بی کمپلکس شروع میکنه، ویتامین های خاندانی بی. اگه باز جواب نده باز به این فکر میشن که علت از چی باید باشه. بعضی وقتا در نیرون ها مشکل میباشه که بازور دکتر سایبا توسط دوا کنترل میکنه. به هر صورت چیزی که بسیار مهم است حتما عزیز ما پیش دکتر مراجعه کنه، پیش دکتر مغز و اعصاب، و دوای خود به صورت منظم مصرف کنه. انشالله که ظرف یک هفته کاملا یلایم کنترل میشه. و گفتن که تقریبا سنشون 50 سال است. بله، به خاطر بزرگ شدن سنم میتونه یالتا را به وجود بیاره. و حتی ما یک افسردگی در سنین میداشته باشیم که به نام بحران میانسالی یاد میشه. بعد از 45 سالگی معمولا ما یک حالت افسردگی پیدا میکنیم، به این فکر میشیم که ما کل رای را کمدیم اشتباه بوده یا ما کدام دستاورد خوب از زندگی نداریم. بنانی میتونه پیش ما یک مشکلک خلق کنه که به نام بحران میانسالی یاد میشه که میتونه خود از او ملتش باشه. و اگه این خانم باشه باز یک مشکل دیگه هم پیش خانم ها در این سن میباشه، با قطع عادت محور، قطع عادت محور میتونه یک مشکلاتی پیش خانم ها با وجود بیاد که مشابه افسردگی از تغییرات هورمونی که با وجود میاد که هر کدامش میتونه دلیل باشه. ولی به خاطر از اینکه کاملا موضوع حل شوه حتما باید پیش دکتر مغز اعصاب مراجعه کنن. و خوشبختانه در امروز در هر جای دیگه هم دکتر سایبا اعصاب پیدا میشه. دکتر سایب تا زمانی که یک جای ما درد نکنه ما پیش دکتر نمیریم. می که هزارها سوال اگر در ذهن ما بیه میگیم این سوال از آمده دیگه خود درد نیست که ما پیش دکتر بریم. متاسفانه ما بعضا مراجعین می داشته باشیم که ماینه خانم یک گریه میکنه، میگه در فکر ما در ذهن ما فکرای کفرآمیز میه یا فکرای نامسمیه. ایره تانوس فکر میکرده که ولی شونده کلی یک وسواس فکری قابل حل است. یا بعضی هم خسته افسرده گریه فکر میکنن این حالت آدم از دالی که نه. و از نظر روانی گفته میشه کفتی یک بار کل ما پیش یک روانشناس بریم، خود تخلیه کنیم، یک حمام روانی بگیریم. اما که جسم ما کثیف میشه روان ما میتونه کثیف شه. خب متاسفانه این کار نمیکنیم. ولی حتی متاسفانه بعضی مرد ما با وجودی که دردام پیدا میشه نمیرن. شما میفهمین یکی از علمای فرانسوی درد به نام پاپی نگهبان ساعت یاد میکنه. شما میفهمین درد یک نعمت خداوندی است که بر ما داده. اگر درد نمیبود کل ما از بین میرفتیم. کسایی هستن با یک سندروم ژنتیکی به دنیا میان که درد احساس نمیکنن. اینا معمولا به 40 سالگی یا 20 سالگی یا 30 سالگی نمیرسن. به خاطر چی؟ مثلا وقتی ما گردی ما یک مشکل پیدا کرده درد میکنه. وقتی درد شدید شده رفت ما پیش دکتر میریم مشکل حل میشه. ولی اگه این گرده آسیب داشته باشه ولی پیام نته، یک وقتی دیگه گرده توقف کرده یا مثلا قلب ما عالی مثلا والش تنگ شده درد ما احساس میکنیم. اگه این درد احساس نمیکردیم وال تنگ شده میرفت، یک روز توقف قلبی بود و ما مرده بودیم. بنان با اولین پیام درد که از بدن ما میگیریم خوب است ما پیش دکتر بریم.
بریم پیش دکتر و مشکل ما را بررسی کنه، پیدا کنه و حل کنه. هر قدر که در رفتن پیش دکتر تعلل میکنیم، مشکل بله. پیش ما بیشتر میشه. بعضی وقتایی تو شده یک کس تکلیف گرده داشته، بله. اگه یک روز پیش میامده او گرده جور میشده، ولی حالی یک روز بعد آمده دیگه کل جرات گرده نکروز کرده، از بین رفته، بله. و مجبور شده دکتری گرده را دیگه پس کنه. ببینید با یک روز تاخیر اطالت میشه. یکی از چیزایی که ما در قسمتش نباید هیچ نوع بیتوجه کنیم صحت ماست. با مجرد اولین علائم خطر ما بریم، مثلا بدن ما وقتی فرض مثال میدی ما درد میکنه، بر ما میگه صاحب من مشکل دارم، بری را حل کن، و ما بیتوجهی کده میریم تا که باز از پای بفتیم و ما را از دست پای ما گرفته پیش دکتر برن. باز ادای ما ایست والا دکتر فیس میگره. اول خب ما آرزو دارم خدمات 30 درس رایگان باشه برای کلگی، آرزوی قلبیم است، ولی ما 200 افغانی در کارت تلفن بسیار به سادگی مصرف میکنیم. در یک بوتیک مود است با سادگی، با یک چادری، با کالایی، با قابی، با هرچی، اما در قسمت خود که میرسیم متاسفانه نمی کنیم. و حتی ما ازشون خواهش میکنیم اگه فیس ندارن برن پیش دکتر، بگه دکتر زمین من فیس ندارم، خیره مرض است، دکتر نمیکشن از من خونه، حتما تداوی میکنه. ما خوب است که بریم و صحت خود کنترل.